الملك سلمان بن عبد العزيز. حرية الاختيار. شیخ نمر باقر نمر 47 سال پیش در عوامیه استان قطیف در شرق عربستان به دنیا آمد و در سال 1368 برای آشنایی با انقلاب اسلامی و تحصیلات حوزوی به ایران آمد و در حوزه علمیه حضرت قائم تهران مشغول تحصیل شد. او 10 سال بعد به حوزه علمیه حضرت زینب سوریه رفت و با ادامه تحصیلات خود به مدارج بالای علمی از جمله کسب درجه اجتهاد رسید. پس از بازگشت به عربستان، مرکز مذهبی امام قائم را در زادگاهش عوامیه تأسیس کرد. در طول این سالها شیخ نمر بارها خطبه‌های امیرالمومنین را بر منابر و تریبون‌ها بازخوانی می‌کرد و تأکید داشت که عدالت جز از طریق جهاد دست یافتنی نیست. همین مواضع او خشم مقامات آل سعود را برانگیخت. یأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. حاکمان آل سعود سه بار شیخ نمر را در سالهای 85، 87 و 91 دستگیر و روانه زندان کردند. یک بار به این اتهام که شیخ از رژیم سعودی خواسته بود به قبرستان بقیع رسیدگی کند و تشیع را به رسمیت بشناسد. بار دیگر به اتهام تحریک شیعیان علیه حکومت مرکزی و این آخرین به خاطر سخنرانی کوبنده شیخ علیه سیاست‌های تبعیض‌آمیز حاکمان عربستان علیه شیعیان این کشور. 24 ساعته تبلیغ می شود که شیعیان کافرند، شیعیان خداپرست نیستند، شیعیان قرآن ندارند، شیعیان قرآن دیگری دارند و شیعیان قبرها را می پرستند. شیخ نمر پس از آخرین سخنرانیش در تیر 1391 هدف ترور مقامات امنیتی سعودی قرار گرفت و پیکر مجروحش به مکان نامعلومی منتقل شد. چهارشنبه 23 مهر 1393 دادگاه جنایی عربستان سعودی شیخ نمر را با ادعای اقدام علیه امنیت ملی و محاربه به اعدام با شمشیر و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی محکوم. اگرچه سعودی ها در زمان زمامداری فقط قادر به اجرای حکم شیخ باقر النمر نبودند و در یک سال گذشته هم این حکم بارها به تعویق افتاد، اما یک شنبه 3 آبان 1394 دادگاه عالی عربستان و محمد بن نایف ولیعهد سعودی ها حکم اعدام سریع و بدون هشدار قبلی شیخ را صادر کردند. در نهایت وزارت کشور عربستان اعلام کرد شیخ باقر النمر در جمع 47 نفری بوده که صبح امروز اعدام شدند. الدماء هي التي تروي شجرة الكرامة والعدالة والحرية. کارشناسان معتقدند اعدام شیخ نمر به نوعی ادامه اشتباهات راهبردی سعودی ها در تهاجم نظامی به مردم یمن، حمایت از کشتار مردم بحرین و سرکوب مخالفان و منتقدان آل سعود در این سرزمین است. ناظران سیاسی بر این اعتقادند که حاکمان سعودی روزهای آینده باید منتظر عواقب این اقدامشان باشند، آنچنان که بیش از یک سال است در یمن و در همین باتلاق اشتباهات راهبردی غوطه می‌خورند.